چقدر راحت حکم صادر کرد. گفت حکمش مرگ. هنوز همه چی تموم نشده. ما طبیبا میخوایم جمع بشیم. حتی از اروپا هم برای حمایت اومدن. این درمان خیلی از طبیبا رو تحت تأثیر قرار داده. هر کاری لازم باشه میکنیم تا نظر قاضی رو عوض کنیم. به غیر از بدتر کردن اوضاع فایده دیگه ای نداره. برای کامران بهترین راه اینه که از اینجا فرار کنه. اصالت هم قبول میکنه که تو رو بذاره. اگه از من ناامید بشه میره. همین که این وضعیت رو ببینه کافیه تو مملکت رو خراب کنه. خدا رو شکر از مشکلات الانتون خبر نداره، وگرنه میزد به سرشو میومد. هر کدومتون که باش ملاقات میکنه اگه هنوز اینجاست و توی این شهر میمونه بگین از اینجا بره. خونه و کاشانشو فراموش کنه. اگه قبول نکرد بگیم بابات نمیبخشه دلت. بذار عصبانی شه، قهر کنه، ولی از اینجا بره. بره جایی که هیچ کس نشناسدش. اینم باشه تاوان گناهی که کردی، اما حداقل زنده است. تو صورتم نگاه نکرد. حتما برای اینکه کسی نفهمه اونجایی بهت نگاه نکرده. اگه اجازه بدین میخوام یه کمی قدم بزنم. جمالی وایس. گفته بودی میتونی کامران رو نجات بدی. چطوری؟ توافق میکنی خانم کوچولو؟ گفتم چطوری؟ امشب یه کشتی هست که میره اروپا. اسمش افداریاس. با یه حرفم میتونه به اون کشتی برسه. دور هم باشه زندش از مردش بهتره، نه؟ از کجا بدونم به خاطر گرفتن پاداش سر کامران به هم دروغ نمیگی؟ از کجا بدونم لوش نمیدی؟ اگه همچین قصدی داشتم زودتر از این انجام میدادم. میدونم که خودشو بین حیوان قایم کرده تو کارناواله. من اون قسمت از توافقی که وظیفه‌ام بود انجام دادم. از من چی میخوای؟ وقتش که برسه خیلی زود میفهمی. کشتی ساعت ده حرکت میکنه. هر وقت که بخوام میتونم پیدات کنم خانم کوچولو. کامران، فریده، تو
تو به من دروغ گفتی. بابام از من رو برگردونده، نه؟ فکر میکنه که گناه کردم. نه، همچین چیزی نیست، برعکس، بابات بهت افتخار میکنه. فبیره، صدای دلو نمیشه با گوش شنید، به خصوص با دروغ. من دروغ ندارم بهت بگم، حتی عمو میدونه که ما هم دیگر رو میبینیم. بهت سلام رسوند، گفت فرار کنه، خودتو نجات بده و نگران ما نباش. یعنی چی؟ فریده بگو دیگه، چی گفت؟ امشب یه کشتی هست به اسم افتاریا، از کاری یا کاری حرکت میکنه، خواست که به اون برسی. ساعت 10 شب. بابام اینو گفت؟ برای زنده بودنت فکر شاره ای دیگه یم داری؟ اینجا آخر خطه. نه نه، من اینجا میمونم و به مبارزه ادامه میدم. برای سرت جایزه گذاشتم. چی؟ بعد از اینکه رفتی اینو گفتم. برو کامران، التماس میکنم برو، دیگه نمیتونی اینجا بمونی، هر لحظه هر کسی میتونه تو رو لو بده، برو. هزار سکه طلا کم نیست؟ ما از کی تا حالا آدم فروش شدیم؟ حرف زدن آسونه، به اینجامون رسیده. وضعیتو ببین، اگه اون آدمو لو بدی به همه آدم ها اینجا میگم کارتو بوده، بقیهش هم دیگه خودت میدونی. برو بابا. برو خودت رو نجات بده. زندگی من اینجاست دیگه نیست، برو. تو کشورهای دیگه زندگی خوب هست، برو. من این کار رو به خاطر زندگی خوب کشورهای دیگه نکردم، من همه این کار رو به خاطر پیشرفت وطنم کردم. نمیدونم متوجه هستی یا نه، هر لحظه ممکنه یکی تو رو لو بده. فکر میکنی اگه بمیری کاری که کردی اهمیتی هم داره؟ برای اینکه بتونی مبارزه کنی باید زنده باشی، یعنی باید امنیت داشته باشی. کامران یادت نره، مرده ها نمیتونن مبارزه کنن. بابام اون کشتی رو پیدا کرد؟ باشه خوبه، با اهالی امارات خداحافظی میکنم، تو به نریمان خبر بده اونم ببینم. نمیتونی بری امارات. برای چی؟ نمیتونی بری چون دارن دنبالت میگردن، امنیت عمومی جلوی امارات نگهبان گذاشته. ردشون میکنم. نمیتونی، اونا همه جا هستن، خیلی زیادن، همه جا هستن. کامران خواهش میکنم، تا وقتی بری باید همینجا بمونی، اینجا از همه جا برات امن‌تره. خیلی خوب، باشه، هر طور که تو بخوای. پس منم به نریمان خانم خبر میدم. فریده، تو اتاقم تو کشوی وسطی کمدم یه چیزی هست که مال توه، یه جعبه. چی شده فریده؟ کامران گفت بهتون بگم آماده شین، قراره با هم دیگه برین اروپا. چی؟ شنیدین که ساعت 10 تو کاری یا کاری منتظرتونه. فریده تو زندگی ما نجات دادی، مژده خیلی 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 خوبی دادی. این همه وقت میدیدیش و به من چیزی نمیگفتی؟ این همه ازت پرسیدم واقعا، که به جای اینکه ازم سوال بپرسین بهتر برین آماده شین.
این لطفیو که در حقم کردی جبران نمیکنه، ولی فریده میخوام قبولش کنی. نمیتونم قبولش کنم. اصرار میکنم، خواهش میکنم، بهتره دست خودتون بمونه، چون ممکنه جایی که میرین لازمتون بشه. فریده، میشه منو ببری تو اتاق کامران؟ درست نیست که تنها برم اونجا. دلم میخواد چند دست لباسم برای اون بردارم. اون چیه؟ خصوصیه. عاشق این پیرنشم، به عزیزم خیلی میاد. اونجا نوشته کتاب پاسخ‌ها؟ وقتی بچه بودم خواسته بودمش، نمیدونستم که شروع کرده بنوشتم. روزی که امو رو بردن دست از نوشتن برداشت. حتما به خاطر اینکه ازت عصبانی بوده دیگه ننوشته. بچگیه دیگه، ازش ناراحت نشو. میدونید که باید چی کار کنید. براتون سفر خوبی آرزو میکنه. فعلاً که اینجا، بعدن با هم خداحافظی میکنیم. من احتیاج دارم یکمی هوا بخورم. تو داری چی کار میکنی فریده؟ Thank you.
فریده رفت؟ باش خدافزی نکرده بودم. میاد. خب کجا رفت؟ امارت؟ نه نه، رفت بیمارستان، یه کاری داشت. مشکلی پیش اومده؟ دیگه چی میخواست بشه؟ اون نمیتونه همینطوری این بر اون بر بره. همه جاسوسا منتظر فرصتن. منم همینو گفتم، سعی کردم مانعش بشم، ولی میدونی وقتی میخواد یه کاری رو بکنه میکنه. ممنونم. کجا میری؟ میرم امارت. اگه یه وقت بخواد از بیمارستان بره اونجا، نمیخوام با عموم روبرو بشه. خودت میدونی، ولی دیگه باید بیاد، خیلی وقت رفته. الان تو میری امارت، اون میاد اینجا، اون وقت بازم همدیگر رو نمیبینین و بدون خداحافظی از هم جدا میشین. اشکالی نداره اینجا بمونم؟ البته که داره، خیلی هم ناراحت میشم. هم تو هم کامران ترجیح میدین تو این چادر بمونین تا اینکه بیاین منو تماشا کنی؟ بیا بریم، تا وقتی اون بیاد نمایشمو تماشا کن. بابا منم پسرت، پسر شیطونت. چرا تو صورتم نگاه نمیکنی؟ چرا به هم نگاه نمیکنی؟ بابا تو هم مثل اونا فکر میکنی؟ چیزی بگو. من دیگه حتی به خودم هم امیدی ندارم. از این به بعد حتی دعاهام مستجاب نمیشه. امیدوارم که تو از بندگان خوب خدا باشی. خدا تو رو ببخشه.
هم سلامت باشی سیف الدین خان. حالا که این بار مغلوب شدیم، هر کاریم بکنیم بیهوده و بیفاید است.